ما یه اپلیکیشن اینجا داریم به نام تستمونیوز که میخوام اینو نصب بکنیم و ازش استفاده بکنیم. این ظاهر اپلیکیشنه، چند تا فایل اینجا داریم، مین، سی اس اس و الاخر. ما اپلیکیشن پی جی ادمی رو باز میکنیم و قبل از اینکه ازش استفاده بکنیم بعد اینا رو یه فایلی داریم داخل SQL، بعد اینو ایمپورت بکنیم داخل تستمونیوز. تستمونیوز این فایلاشه، داخل SQL یه فایلی داریم و این لایبرری بودش که من بهتون معرفی کردم توی جلسات قبلی. اگر روی این کلیک بکنم وصل میشم به دیتابیس و اینجا من یه دیتابیسی میسازم با استفاده از این، اسمشو میذارم تستمونیوز. حالا براتون اگه تستمونیوز سخته نوشتن، میاد چیکار میکنید اینجا روی تستمونیوز چیکار میکنید؟ کپی میکنید اینو، میاد اینجا پیست میکنید به همین راحتی و بعد میاد وب رو انتخاب میکنید و اوکی رو میزنید. تستمونیوز انتخاب شد. بعضی وقتا اگر دیدید اینجا ندیدش، بیاد این رفرش رو این بالا بزنید که این ببینیدش. اینو انتخاب میکنم، SQL رو میزنم، میام اینجا اوپن رو میزنم و بعد چیکار میکنم؟ میام این تستمونیوز SQL رو از توی SQL هم میام درگ میکنم، اذیت نکنه اگر، و مثل اینکه الان عمل کرد و اینجا اوپن رو میزنم. تنها این کافی نیست، بعد این ران رو هم بزنید و این ران شه. ارور داره میده، میگه rule SID does not exist. مثل اینکه من باید یه دونش رو rule SID حسن باید اینجا بنویسم و اسمش رو بذاریم web که گروهی هست و این رو میبندیم. پس این rule رو تغییر بدید اگر دید rule کار نمیکنه. الان ران میزنم، دوباره میگه که رول SID معلوم نیست، برای اینکه ما فایل رو باید دوباره انتخاب کنیم. از این ارور خوبی بود که شما نشون بده که کار نمون. الان میگه table testimonial does not exist, skipping query returns successfully with no result. پس این query return successfully درست شد. الان میبندیم و خیلی مهمه که شما بیاید الان برید داخل این testimonials و تست پیج، اینا رو داخل یه تکست ادیتور باز بکنید. تست پیج نه، این تستمونیوز، و اینجا یوزرنیم پسوردتون رو بزنید، حسن عظیمی. واسه این خیلی مهمه. کداشو دوباره در جلسات دیگه صحبت خواهیم کرد. فعلا بیایم کروم رو باز بکنیم، بریم داخل این تستمونیال تست پیج و ببینید اپلیکیشن اومده بالا. هر سری که من ریفرش میکنم یک نطق جدید اینجا دارید میبینید اینجا. پس این فعلا نصب شده. تا جلسه دیگه به شما بگم که چطوری میتونیم بریم داخل یک صفحه‌ای و اینا رو اضافه بکنیم، این نوت‌ها رو اضافه کنیم که سمت راست ببینیم. یه اپلیکیشنی که بهتر از create, update و delete مثل اوناست و شما میتونید نوت اضافه کنید و سمت راست هر سری جدید و هر سری که یک نفر ریفرش میکنه یک چیز جدید رو سمت راست ببینه.